آیا میدانید؟ سلام، من مدیم و امروز اومدم به ایستگاه آتش نشانی. بعضی وقتا حوادثی پیش میاد که باعث آتش گرفتن یه ساختمون میشه. اگه همچین اتفاقی بیفته به آتش نشانی زنگ میزنن. مامورا خیلی زود و سری میان و آتیشو خاموش میکنن. ولی میدونین آتش نشانها چطوری آتیشو خاموش میکنن؟ ببینیم چطور کار میکنه. درنگ ماشین آتش نشانی. این یه برج مخصوص آتیشه. آتش نشانه با استفاده از این خاموش کردن آتیشو تمرین میکنن. ولی شما هیچ وقت نباید با آتیش بازی کنی. این کار خیلی خطرناکه. میبینین که از اون وسط یه چیزی بیرون میاد؟ اون دوده. اونو مخصوصا درست کردن تا آتش نشانه بتونن خاموشش کنن. انگار که آتیش واقعی باشه. ولی به نظر شما چطوری این کارو میکنن؟ درسته. میخوان روش آب بریزن. مشکل اینه که آتیش خیلی دوره. پس باید یه راهی پیدا کنن که آبو به اون بالا برسونن تا آتیش خاموش بشه. وای! این آژیرا صدای ماشینای آتش نشانیه که دارن میان. آتش نشانها تمام مدت این تمرینا رو میکنن. به نظر شما آتش نشانها چطور میخوان آتیشو خاموش کنن؟ بیاین ببینیم. یه نردبون دراز رو بیرون میارن تا بتونن به بالای اون برج آتیش که دود ازش بیرون میاد برسن. این آتش نشان یه شلنگ خیلی بزرگ داره. ببین آب چطوری ازش بیرون میپاشه. آبی که از شلنگ بیرون میاد اونقدر سریع و با فشاره که میتونه تا اون بالای برج آتیش که دود هست برسه. به صدای آب گوش کنین. تمام این آب و روی همه ی دودا می پاشن. تمرین تموم شده و حالا آتش نشان ها می تونن شیر آب رو ببندن. ولی می دونین شلنگ آتش نشانی چطور کار می کنه؟ داخل ماشین یه مخزن بزرگ آب هست. پشت ماشین چند تا دسته و دکمه هست. به این میگن صفحه پمپ. این مقدار آبی رو که ماشین برای خاموش کردن آتیش به بیرون میپاشه تنظیم میکنه. کنارش یه پمپ بزرگ هست با یه چرخ به اسم روتر. وقتی دسته رو بکشن، روتر خیلی سریع میچرخه. آب وارد روتر میشه. اونم یه چیزی به اسم فشار آب به وجود میاره که آبو خیلی تند و به فاصله خیلی دور میپاشه تا آتیشو خاموش کنه. جالبه نه؟ حالا بریم پشت ماشین آتش نشانی تا ببینیم چطوری کار میکنه. آتش نشانا به من اجازه دادن از شلنگشون استفاده کنم. یادتون باشه که خودتون هیچ وقت نباید این کارو بکنین. به من اجازه دادن چون آتش نشانای تعلیم دیده کنارم هستن. برای اینکه اتفاقی برام نیفته لباس محافظ لازم دارم. اینها تمام شلنگا حلقه شدن و توی ماشین نگه داشته میشن. اینها، این شلنگا خیلی سنگینن. وقتی به شلنگ احتیاج باشه اونا رو باز میکنن و بعد وصلشون میکنن به پشت ماشین. یه سر لوله به این شیر فلزی وصل میشه. به این میگن شیرفلکه. شیرفلکه هم به مخزن آب توی ماشین و به این پمپ وصل شده. این صفحه پمپه. آتش نشانه از اینجا آبو کنترل میکنن و باز و بستش میکنن. جالبه نه؟ درازی این شلنگ 25 متره. یعنی به اندازه طول استخر شنا. دوربین کوچولوی مخصوصم رو آوردم. خب، حالا میتونیم اینو به سر شلنگ وصل کنیم تا ببینیم آب با چه سرعتی میپاشه بیرون. میبینین که از توی برج آتیش باز داره دود میاد بیرون. یعنی که آتش نشانه باید یه تمرین دیگر رو شروع کنن. بریم. این بار نوبت منه که شلنگ رو امتحان کنم. شیر آب رو باز کن. ببینین آب با چه سرعتی از شلنگ بیرون میپاشه. وای! خیلی راحت توی اون بلندی به دود میرسه. باورم نمی
میشه که این همه آب که داره میریزه روی آتیش از توی ماشین آتش نشانی بیرون میاد؟ خیس آب شدم. از تماشای طرز کار شلنگ آتش نشانی خیلی خوشم اومد. شما از کدوم قسمت کار شلنگ خوشتون اومد؟ اسم شیر مخصوصی رو که شلنگ رو به ماشین آتش نشانی وصل میکنه یادتونه؟ درسته، بهش میگن شیر فلکه. صدای آبو که از شلنگ بیرون میزد شنیدین؟ دیدین آب با چه سرعتی از شلنگ بیرون میزد تا آتیشو خاموش کنه؟ وای! ماشین آتش نشانی خیلی مهمه، چون آتش نشانه و تمام وسایلشون رو به محل آتیش سوزی میرسونه تا بتونن آتیش رو زود خاموش کنن. ولی وقتی ماشین داره با سرعت میره سمت محل آتیش سوزی، باید دیده بشه و صداش هم شنیده بشه که راننده های دیگه توی خیابون با خبر بشن. برای همینه که ماشین آتش نشانی یه چراغ بزرگ آبی داره و آژیر. علامت های مخصوصی هم روی پهلوش داره که همه بتونن ببینن. ماشینای پلیس، آمبولانس و البته ماشینای آتش نشانی از این برچسبای مخصوص دارن. به اینا میگن نوارهای شبرنگ. خاصیت جالبشون اینه که توی تاریکی هم دیده میشن. شاید شما هم روی لباستون یا روی کیفتون نوار شبرنگ داشته باشین تا شبا بهتر دیده بشین. ولی میدونین نوار شبرنگ رو چطور میسازن؟ بریم ببینیم. چطور ساخته میشه؟ نوار شبرنگ. امروز میخوام بهتون نشون بدم چطوری این تبدیل به این میشه. با من بیاین. بیرون ماشین پلیس اولش مثل یه ماشین سفید معمولیه. اگه اون چراغ آبی بالاش نبود، اصلا نمیشد فهمید ماشین پلیسه. ولی حالا با کلی از اینا عوض میشه. اینا لوله های بزرگ از مواد شبرنگن. این گروهی که اینجاست، این لوله های زرد و آبی و قرمز رو میخواد به شکلای مختلفی ببره تا ماشین سفید رو تبدیل کنه به ماشین پلیس. شکلا با اندازه های مختلف رو روی کامپیوتر طراحی میکنن. بعدش اطلاعات به یه دستگاه فرستاده میشه. اینجا مواد شبرنگ رو میبرن تا به شکل برچسبایی لازم برای ماشین پلیس در بیاد. این دستگاه یه تیغه مخصوص داره. خیلی تند حرکت میکنه. جک داره تمام تکه های مختلف و از این مواد روکشدار در میاره. بعدش میخواد ببره به چسبوندشون به ماشین. ولی به نظر شما چطوری میچسبوندشون؟ همه این نوارای مختلف پشتشون چسب داره. درست مثل عکس برگردونای خیلی بزرگن. شما عکس برگردون دوست دارین؟ استیو اول برچسبا رو توی جای درستشون میذاره. بعدش وقتی آماده شدن خیلی به دقت کاغذ پشتشون رو میکنه. صداش قشنگه نه؟ بعدش با این ابزار برچسبا رو فشار میده. به این میگن لیسک. این وسیله برچسب و محکم میچسبونه به بدنه این ماشین و نمیذاره زیرش حباب هوا جمع بشه و بالا بیاد. خیلی براق شده نه؟ ولی میدونین این نوارای شبرنگ رو چطوری درست میکنن؟ برچسب‌های شبرنگ چند لایه دارن. لایه اول از یه پلاستیک شفاف و براق به اسم آکریلیک ساخته شده. با یه مهر این شکل‌های مثلثی رو که بهشون میگن منشور توی آکریلیک فشار میدن. لایه منشورا رو سر و ته روی یک تیکه دیگه آکریلیک میذارن. توی هر سانتی‌متر از این 5000 منشور هست. بعد یه لایه دیگه آکریلیک رو روی منشورا میکشن. یا شفاف یا به رنگ روشنی مثل آبی یا زرد. بعدش یه لایه چسب زیر نوار میکشن تا چسبنده بشه.
بعدش هم یک کاغذ کنده شدنی. وقتی نور به برچسب میخوره از روی تمام منشورای کوچیک اون تو منعکس میشه. انگار که برچسب از خودش نور داره چون خیلی براقه، به خصوص توی تاریکی. نوارای شبرنگ لایه لایه است، ولی اگه از دوربین مخصوصم یعنی میکروسکوپ استفاده کنم شاید بتونم منشورا رو از نزدیک تر تماشا کنم. میتونین تقریبا شکلای مختلف منشورا رو روی نوار شبرنگ زرد ببینین، ولی برای اینکه خوب ببینیمشون باید نور به نوار بتابونیم. تماشا کنین. حالا واقعا براقه، چون نور به نوار میخوره و از اطراف منشور منعکس میشه و بعد دوباره میدرخشه. به نظر شما شبیه چیه؟ به نظر من یه کمی شبیه شونه عسله. برچسبای شبرنگ آبی و زرد و با یه طرح خاصی روی ماشین پلیس میچسبونن که اسم جالبی داره. باتنبرگ. باتنبرگ اسم طرحیه که روی همه ماشینای اورژانس به کار میره. ولی ماشینای اورژانس از رنگای مختلفی استفاده میکنن. ماشینای پلیس آبی و زرد. آمبولانس‌ها سبز و زرد. و ماشین‌های آتش نشانی هم قرمز و زرد. برگردیم به ماشینمون. بعد از چند ساعت شبیه ماشین پلیس شده. ولی چرا کلمه پلیس رو برعکس نوشتن؟ برای راننده ماشین جلویی تا بتونه توی آینه‌اش بخونه. هر کلمه‌ای که توی آینه منعکس بشه درست خونده میشه. پلیس. جالبه نه؟ ولی چون پشت ماشین کلمه رو درست نوشتن، راننده ماشین عقبی هم میتونه بخوندش. ولی یه برچسب دیگه هم هست که میره روی سقف. اگه یه هلیکوپتر اون بالا باشه، این حروف بزرگ روی سقف ماشین به خلبان نشون میده که دقیقاً کدوم ماشین پلیسه، رانندش کیه و کجا داره میره. ماشین پلیس آماده است. کلی برچسب بهش چسبوندن. خیلی خوشم اومد دیدم چطور یه ماشین سفید ساده تبدیل به ماشین پلیس شد. شما از کدوم قسمت خوشتون اومد؟ یادتونه اسم طرح برچسب با چی بود؟ درسته. اسمش بود باتنبرگ. صداییو که نوارها موقع کنده شدن کاغذ پشتشون میدادن شنیدین؟ دیدین که وقتی از دوربین مخصوصم استفاده کردم نوارا چه شکلی بودن؟ پس دفعه بعد که یه ماشین اورژانس دیدین، میدونین نوارای شبرنگش چطور ساخته میشن، چطور روی ماشین میچسبن و هر رنگی چه معنایی داره. و دفعه بعد که یه ماشین آتش نشانی دیدین، میدونین چطوری آبو از توی شلنگ میپاشه. به نظرم وقتشه که کلاه آتش نشانیمو پس بدم. تا برنامه بعد.